سرخط خبرها. سراج الدین حقانی، میانجی و میزبان مذاکرات صلح دولت پاکستان با طالبان پاکستانی در خوست. نشست رؤسای شورای امنیت کشورهای منطقه درباره افغانستان هفته بعد برگزار می‌گردد. قطر از جامعه جهانی خواست در مورد افغانستان اجماع نظر صورت بگیرد. در پایان، تصرف بیشترین مناطق ولایت پنجشیر توسط جبهه مقاومت. به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. خبرگزاری رها. روزنامه داون پاکستان به نقل از منابع گزارش کرده است که دولت پاکستان با تحریک طالبان پاکستانی برای برقراری یک آتش بس موقتی و آزمایش یک ماه با یکدیگر به توافق رسیدند. میانجیگرین گفتگوهای صلح میان دولت و تحریک طالبان پاکستان را سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان در ولایت خوست افغانستان، بر عهده داشته است. تا کنون اما معلوم نیست که از جانب پاکستان چه کسی در این گفتگوها که دو هفته به طول انجامیده حضور داشته است. بر اساس توافق صورت گرفته به منظور راستی آزمایین طرفین، دولت پاکستان به صورت مشروط برخی زندانیان تحریک طالبان پاکستان را آزاد می کند و آتش بس یک ماه در کل کشور اعلام می گردد. تعداد زندانیان که قرار است از زندانهای پاکستان آزاد شوند مشخص نیست، اما روزنامه داون می گوید که احتمالاً نزدیک به 25 تن باشد. برخی منابع پاکستانی به روزنامه داون گفتند افرادی که قرار است آزاد شوند جنگجویان میدانی تحریک طالبان پاکستان هستند. فرماندهان ارشد و یا رده متوسط آنها آزاد نمی شوند. ما در حال راستی آزمایی هستیم. محتاطانه عمل می کنیم. آتش بس موقت پس از آزادی این زندانیان اجرا می گردد. تحریک طالبان پاکستانی تا کنون در این خصوص اظهار نظر نکرده است. لازم به ذکر است که تحریک طالبان پاکستان به مدت دو دهه است که دست به اقدام های مسلحانه علیه دولت پاکستان می زند. نشست رؤسای شورای امنیت کشورهای منطقه درباره افغانستان هفته بعد برگزار می گردد. نشست در سطح شورای امنیت ملی کشورهای منطقه با محوریت افغانستان که دهلی نو پیشتر از تمام کشورهای منطقه برای اشتراک در آن دعوت کرده بود هفته بعد برگزار می شود. بر اساس گزارش ها، نشست در سطح رؤسای شورای امنیت ملی کشورهای منطقه با محوریت افغانستان قرار است در تاریخ 10 نوامبر 19 عقرب به میزبانی دهلی نو برگزار گردد. رسانه های هندی گزارش کردند که اجیت دوال، رئیس شورای امنیت ملی هند، قرار است میزبان این نشست باشد که شمار زیاد از کشورها از همگنون اعلام آمادگی برای اشتراک در آن کردند. تنها غایب این نشست معید یوسف، رئیس شورای امنیت ملی پاکستان است که چند روز پیش اعلام کرد با وجود دریافت دعوتنامه از هند به این نشست اشتراک نمی کند، گرچه هنوز این کشور نه به صورت رسمی اعلام کرده است که در این نشست اشتراک نمی کند و فقط معید یوسف در نشست خبری گفت که اشتراک نمی کند. این اولین بازی است که چنین نشست در سطح رؤسای شورای امنیت ملی کشورهای منطقه و نه تنها کشورهای همسایه نزدیک افغانستان برگزار می گردد. به دنبال تحولات سیاسی اخیر در افغانستان و تغییر رژیم، شمار از کشورها نشست های گوناگون در رابطه با پیشرفت آزاد در افغانستان برگزار کردند. دو نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در اسلام آباد و تهران و نشست مسکو با محوریت افغانستان همگی بر تلاش کشورهای منطقه جهت کنترل اوضاع پس از خروج نظامی آمریکا از منطقه حکایت دارند. قطر از جامعه جهانی خواست در مورد افغانستان اجماع نظر صورت بگیرد. وزیر خارجه قطر با توجه به وضعیت افغانستان از کشورهای جهان خواست تا در مورد افغانستان اجماع نظر کنند.
شیخ محمد ابن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه و معاون نخست وزیر قطر روز گذشته پنجشنبه از کشورهای جهان خواست تا در رابطه با این که درباره وضعیت افغانستان چه باید کرد اجماع نظر صورت بگیرد و از طالبان نیز خواست تا به تعهداتشان برای تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق انسانی به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان پایبند باشند. وی همچنین بر موضع کشورش بر لزوم جلوگیری از فروپاشی افغانستان تاکید کرد. شیخ محمد ابن عبدالرحمن الثانی که در اسوالیان به سر می برد روز گذشته پنجشنبه 13 مغرب در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه آن کشور اشتراک کرد و از کشورهای جهان خواست تا برای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی در افغانستان سهیم بگیرند. او همچنین بر لزوم تعهد طالبان برای مقابله با تروریسم تاکید کرد و گفت که کشورهای جهان به جای منزوی ساختن طالبان با آنها تعامل کنند. وزیر خارجه آن کشور هم به نوبه خود بر لزوم حفظ رویه همکاری و حمایت از مردم افغانستان تاکید کرد. لازم به ذکر است که قطر تنها کشور است که طالبان در پایتخت آن نماینده سیاسی دارند، گرچه قطر طالبان را به رسمیت نشناختند. تصرف بیشترین مناطق ولایت پنجشیر توسط جبهه مقاومت ملی. به نقل از فیسبوک رسمی فهیم توخی، جبهه مقاومت 65% پنجشیر در کنترل ما می باشد. همچنان نظری می گوید احمد مسعود در داخل افغانستان می باشد. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان تاکید دارد که رهبر این جبهه در داخل افغانستان می باشد. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان در گفتگوی ویژه با خبرگزاری سپوتنیک افغانستان میگوید که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در داخل افغانستان حضور دارد. آقای نظری تاکید داشت رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان محترم احمد مسعود در حال حاضر در داخل کشور است، اما در همه مصاحبه ذکر کردم که ایشان در داخل کشور حضور دارند، اما برای دید و بازدیدها و ملاقاتهای بعضی از جلسات نیاز است شاید رفت آمد خود داشته باشد، اما این به این منظور نیست که خارج از کشور حضور دارند. پسرشان قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود برای ملاقات‌های رسمی بعضی از اوقات خارج از افغانستان می‌رفتند. بعضی از ملاقات‌هایشان اگر ممکن می‌بود در داخل افغانستان صورت می‌گرفت. این یک امر طبیعی است. ایشان به عنوان یک رهبر نظامی و سیاسی حق دارند بروند برای ملاقات بعضی از مقام‌ها خارج بروند و دوباره برگردند، اما اینکه در کشور مقیم حضور داشته باشند ما این را رد می‌کنیم. ایجاد دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی افغانستان در تاجیکستان. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان تاکید دارد که خبر بازگشایی دفتر این جبهه در تاجیکستان نادرست می باشد. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان در گفتگوی ویژه با خبرگزاری سپوتنیک می گوید که تاکنون دفتر جبهه مقاومت ملی افغانستان در تاجیکستان بازگشایی نشده است. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. شبتان خوش.